خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها که سپرهای طبیعی حفظ شهرها و روستاها در برابر ریزگردها و مقابله با بیابان‌زایی‌اند، امروزه از عوامل تشدید بحران کمابی در ایران شدند که به گفته عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، همچون بمب ساعتی در صورت انفجار تمام مردم ایران را درگیر خواهد کرد. خشک شدن تالاب‌های هورالعظیم، گافخونی، هامون و بختگان و کاهش جدی آب دریاچه ارومیه زنگ خطر جدی برای مدیران و برنامه‌ریزان اقتصاد ایران ارزیابی شده است. حفظ و احیای دریاچه ارومیه وعده انتخاباتی حسن روحانی بود. من به شما قول میدم اگر بار مسئولیت اجرایی بر دوش من قرار گرفت و اگر مردم ما مصلحت را در این دیدن، در اولین روز دولت دریاچه ارومیه در دستور خواهد بود. اما حالا دبیر ستاد احیای این دریاچه میگوید اگر ارومیه خوش شود مجبور به تخلیه شهرهای بزرگی مانند تبریز و ارومیه خواهیم بود. تنها تخلیه شهر تبریز در صورت امکان 600 میلیارد دلار هزینه در بر دارد که غیر قابل تامین است. راهکار پیشنهادی کاهش مصرف آب است، اما قانع کردن کشاورزانی که به تشویق رهبران انقلابی با تبدیل مراتع ملی به زمین‌های کشاورزی در حومی این دریاچه‌ها مشغول شدند سخت دشوار است. ما حدود 88,000 چاه داریم در حوزه دریاچه ارومیه، 41,000ش بدون پروانه است، قاچاق، که مجلس محترم در سال 89 تصویب کرده که به این چاهای قاچاق ما پروانه بدیم. در این میان کارشناسان هشدار دادند اگر شرایط همین گونه پیش رود، مکان دریاچه ارومیه به کانون بزرگ ریزگرد خاورمیانه تبدیل خواهد شد که شهروندان ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق را تهدید خواهد کرد. بهمن سقایی، صدای آمریکا.